دوباره برگشتم. اگر این تکنولوژی نفعه به ما یاری بکنه، نمیدونم داستان اینستاگرام چیه، ولی لایو من قطع شد، لایو من آقا ستون یه دفعه قطع شد. حالا ایشالا که دوباره جوین بشن و بتونیم صحبت هامون رو ادامه بدیم. سلام دوباره عزیزانی که داریم جوین میکنین از هر جایی که هستین. اینجا الان بریزبن استرالیا ساعت 4:20 عصر و من اومدم اینجا بیرون یه خورده خرید داشتم و تصمیم گرفتم بشینم دور شما خالی یه کافی بخورم، یه ذره جون بگیرم و ادامه بدم. سلام آیرین جون، سلام لادن جون، هر کدوم اگر آمادگی داریم بیاییم بالا برای لایو، you are welcome. در مورد این داشتیم صحبت میکردیم که چرا این بیزنس رو شروع کردیم و آتوستاجون که من داشتم باش صحبت میکردم مهندس هستن و اینکه مثلا میدونی آدم ها نمیدونن بعضی موقع چرا یه کسی بیزنس آنلاین باید شروع بکنه، اصلا چه افرادی میتونن این بیزنس رو شروع کنن. در مورد این میخواستیم صحبت کنیم که کلیر آپ بکنیم که چه کسایی میتونن شروع بکنن و چه حسنایی داره. میدونیم حالا همه حسناشون رو میشه گفت توی یه لایو، وگر نه لایو طولانی میشه ما سعی کنیم لایو رو کوتاه کوتاه نگه داریم تا جایی که میشه کوتاه نگهشون داریم که اطلاعات خوب به دست بیاریم بدون اینکه مجبور بشیم یه لایو طولانی بکنیم. اگر سوال خاصی داریم که دوست داریم اینجا جوابشو بگیریم حتما بپرسیم. ولی خلاصه داستان اینه که کسایی، هر کسی از خارج از ایران و افغانستان میتونه این بیزنس رو انجام بده، نه ملیت خاصی باید باشی، نه سن خاصی باید باشی، نه بک‌گراند خاصی باید داشته باشی، فقط باید وایتون بزرگ باشه. برای همین من اینجا الان دارم وای از آفیستون میپرسم، بخاطر اینکه شما اگر وایتون بزرگه، این تلاشی که لازمه برای این بیزنس انجام میده. با اینکه بیزنس ما به قدری ساده است، به قدری ساده است که یعنی هر کسی از سن 18 سال به بالا، حالا 18 سال به خاطر سن قانونی کار، میتونه این بیزنس رو انجام بده. یعنی هیچ محدودیتی نداره که شما مثلا تا هر سنی هم میتونین انجام بده. این بیزنس ساده است. ولی شما به خاطر اینکه به این بیزنس، حالا چون به خاطر اینکه ما از طریق سوشال میدیا انجام میدیم، به عنوان یه هابی بهش نگاه نباید بکنیم، به عنوان یه بیزنس نگاه کنیم که شما رو میتونه بین مثلا 3 تا 5 سال یا حالا اصلا بگیم 6 سال، اصلا خیلی بگیم 7 سال، اصلا خیلی دیگه لاک بشی به این جلو، شما رو به بازنشستگی برسونه. وقتی در مورد همچین بیزنسی داریم صحبت کنیم، شما باید کامیتمنت حداقل 1-2 ساعت در روز روش بذاریم. نمیتونیم 2 ساعت بذاریم، 1 ساعت بذاریم به بیزنستون سر بزنیم، هر روز سر بزنیم 10 دقیقه یه رو بین کار، تو بریک کارتون، نیازی شما کار خودتون رو کویک بکنید که این بیزنس رو انجام بدین. اینو در کنار کار خودتون میتونین انجام بدین و خیلی هم توش موفق میشین. فقط نیاز هست که کنسیستنت باشین. مثل مغازه‌ای که شما هر روز میرین در مغازه رو باز میکنین دیگه. خب نمیتونین مثلا یه روز بیاین در کافی شاپتون رو باز کنین، فردا باز نکنین، مشتری ها نمیدونن بیان نیان چی کار باید بکنن. اینه که از لانگست که اون کمیتمنت رو داشته باشی، میتونین این بیزنس رو انجام بدین از هر جای دنیا. آتسوجون نتونستن جوین بشن هنوز، یه خورده مشکل تکنیکی داریم امروز با اینستاگرام، انشالله که بتونن جوین بشن. الان آتسوجون مسیج دادن که نمیشه. سلام سلام سانش، خوبی عزیزم؟ خوبم، مرسی. من اومدم دنبال دخترم، بعد دیگه دیدم آنلاینی، گفتم جوین بشن به هر داره بشنوم. خیلی کار خوبی کردی. خوبی؟ خوب، برمه شما. مرسی که جوین شدی. عالی عالی، همه چیز عالی، خسته نباشی. همه خوبم، همه خوب، مرسی. الان اومدی با سلام خانم کوچولو، خوبی؟ خوبم. سلام سلام میلری جون،
اینم در واقع همکار من که همیشه تو کارام هستش. ببینید از اینجا قشنگ معلوم میشه که این یه بیزنس فامیلیه، یه خانواده با هم با خنده و فان و سوشل میدیا بیزنس رو میبرن جلو و در اصل این بیزنسیه که ما برای بچه هامون هم به ارث میذاریم، یعنی بیزنسیه که یعنی خودشون هم دارن توش تلاش میکنن دختر کوچیک من اریکا اصلا شده جزئی از برنامه من. من هر برنامه‌ای که میخوام هر عجیب بزنم هر برنامه‌ای دارم اول با اریکا مشورت میکنم. اریکا فکر میکنی میشه این کارو کنم؟ اون به من ادوایس میده، کلی میگه این کارو بکنیم، حالا بزن من عکسام اینجوری کنم. خلاصه که هیچی، حسابی فامیلی بیزینس عالیه. و بچه‌ها بعد از اینکه بچه‌های من سانا جون به 18 سال که برسن، به سن قانونی برسن که بتونن کار کنن، من فکر کنم دیگه خودشون حسابی واردن، دیگه میدونن چی کار باید بکنن، چی کار باید بکنن. دیگه مامان این راهو باز کرده. آره مامان شروع کرده. آره حالا در از اون خانواده ها که دیگه فامیلی بیزنس رو فالو میکنن دیگه، میان سری تا 18 سال میشن میان تو فامیلی بیزنس. به خصوص آره. این نسل جوون من فکر میکنم دیگه مثلا بیزنس آنلاین یه حالتیه که چه نصب و نصب داره به بچه ها. من فکر میکنم براشون خیلی مهم تره. دختر بزرگه من آرنیکا همش میگه من میخوام یوتیوبر بشم، همین بیزنس آنلاینی که تو انجام میدی من دوست دارم انجام بدم، من نمیخوام من سر کار آفلاین کار کنم 9 تا 5، من دارم میخوام آنلاین. یا خب خوبه دیگه، مامان این کار برای تو کرده، برای تو خوب شده. خوب شده فکرشون با آره خیلی. مثل ما اینه که آرین جون وقتی به اون مرحله بازنشستگی برسیم میتونیم بعدن اینو به ارث بذاریم برای بچه‌ها و کامل دقیقا ازش استفاده بکنیم. دقیقاً ملورین جون، دقیقاً همینطور. یعنی حقوق ثابتیه که برای همه خانواده است. دقیقاً. یعنی من خودم اصلا یکی از انتخابایی که این بیزنس رو کردم این بودش که به هر حال هم دوره بازنشستگیش، هم که به هر حال تو میتونی به صورت موروثی این بیزنس رو به کسی به نسل بعدیت هم انتقال بدی. بعد اینکه بعد از 3 تا 5 سال 6 سال میتونی بازنشست بشی، شما با کدوم کار میتونی این کار رو انجام بدی؟ با هیچ کاری بتونی بازنشست بشی و حقوق ثابت بگیری. اصلا unbelievable. اون خانومه که لبنانی بود، دختر 34 ساله که بازنشست شد، فکر کن تو اون سن 32 ساله که آدم بتونه بازنشست بشه با چه حقوقی. یعنی اصلا I can't believe that. اصلا با حقوقایی که مثلا از یه کار آفلاین میشه گرفت اصلا قابل مقایسه نیست. اگر بگی الان کسی میدونه، یعنی همه شاک میشن، ولی تو این بیزنس پاسیبل دیگه. الان حالا الان که شما عزیزان هر دوتون اومدین، آیرین جون شما بگو، اولا شما بپرسم که چرا این بیزنس رو شروع کردی و بعد از ملورین جون، و اینکه در مورد بک‌گراند کاریتون و لوکیشنی که کجا هستین هم بگین برای عزیزان که بدونن به چه شکله و چه کسایی میتونن جوین بشن. حتما عزیزم، با کمال میسون از من آیرین هستم، 14 ساله که سیدنی استرالیا هستم، اومدم به اتفاق نیما همسرم، بعد اومدیم اینجا دو دختر دارم، بعد بک‌گراندم گرافیک دیزاین، سالهای زیاد گرافیک دیزاین کار میکنم، ولی دیگه از وقتی بچه شدم الان شدم پریسکول تیچر. الان یه مدت 4-5 سال هستش که پریسکول تیچر. یکی از دلایل در واقع وای من که چرا من وارد این بیزینس شدم همین واقعا وجود این بچه ها بود که من همش فکر آینده اینا رو میکردم که به هر حال چقدر ما به هر حال هیت بیزینس آفلاین دیگه هم باید بروز بشیم، هم که باید فکر همیشه آینده فرزندان بشیم که یه عاقبت به خیری براشون داشته باشیم. وقتی که یه روزی فکر میکنم بگم مادر ما این کار کرد، پدر ما این کار کرد، این راه برای ما رفتش و میگم دیگه دنیا به دنیای بروسه و همه چی آنلاین، انقدر میگم همه چی آنلاین شده، مثل چه میدونم مثل خریدایی که ما میکردیم بعد از کومی شما میتونستی باور کنی همه چی آنلاین شد و الان همینطور هم ادامه داره. یعنی ماها هممون همینطور آنلاین باز من خرید میکنم دیگه، اصلا انقدر تنبل شدم من که برم آفلاین تو شاپینگ. آره انقدر زودم میاد من میام خسته میشم، مجبورشم بشینم دور این. دقیقا من اصلا خسته میشم، اصلا احساس میکنم آنلاین آدم احساس میکنه دسترسیش بیشتر حق چویس داره، بیشتر میتونه انتخاب بکنه.
این بیزنس هم همینطوره دقیقا ساناز جان، یعنی واقعا وای من این بودش که هم آینده برای فرزندام، همین که بعد حقیقتش من خودم کار آفلاینی که انجام میدادم و 9 تا 5 میخواستم دفعه کارم رو کمتر کنم، ساعتهای کمتری داشته باشم، در کنار بچه ها بتونم فرصت بیشتری رو باشون وقت بگذارنم، چون همیشه اینا از این که من مامان تو داری فول تایم کار میکنی همیشه کامپلین کردن که ما میخوایم پیش تو باشی. آره بخاطر هم اینا همه دلایل میکنم وجود فرزند ها و خودم هم همینطور، چرا که نه، برای خودم هم همینطور که آزادی بیشتری داشته باشم. ما توقعمون از زندگی الان رفته بالاتر من فکر میکنم، میدونی مثلا زمان قدیم و اگر این آپشن ها نبود خب فکرش هم نمی کردیم دیگه، نبود دیگه، یعنی زندگی همین بود که ما مثل روبات صبح بریم شب بیام، صبح بریم شب بیام، ترافیک ترافیک، میدونی الان وقتی که میدونیم این آپشن هست، وقتی که میدونیم یه مثلا 14 ساله یوتیوبر مثلا تیلیونر شده ما داریم چیکار میکنیم اصلا. بعد شانتون شما وقتی وارد بیزنس آنلاین میشین، من خودم قبل از اینکه وارد این بیزنس بشم اصلا نمی‌دونستم دنیای بیزنس چجوری، وقتی وارد شدم خدایا فیسبوک چه دنیایی در اینستاگرام، یعنی اصلا چقدر ماها عقب بودیم، یعنی تازه من مثلا با کامپیوتر کار میکردم، کار گرافیک میکردم، شما با نرم افزارا در ارتباط بودم، ولی اصلا یک دنیای برای خودش. خیلی خوشحالم از این بیزینس مثل من آپگرید نگه داره و اینکه هر روز اطلاعات بیشتر، هر روز به روز، الان این ترینینگ جدید که برامو گذاشتن زبان فارسی هم بهش اضافه شده که دیگه فوق‌العاده شده. چقدر ترینینگ ساده است، چقدر هندی‌تر شده، قبول داریم بچه‌ها چقدر هندی‌تر شده. آره خیلی آره، یکم قدیمی شده بود الان خیلی آپدیت خوب شد. آره آوا جون دیگه همه چی آماده است. آره. سلام سارا جون، من فکر میکنم دوباره یه اتفاقی بیفته برای اینکه تو تصویر تو رو سیاه میبینم مثل دفعه قبل، حالا اگه پریدیم بیرون که دیگه کارش نمیشه کرد، اگه نپریدیم یه سلام بکنم، اتفاقا شانسمون بهتر شد که 4 نفر شدیم. آره. سلام میگم دوستای گلم، قبلا تو زوما هم توی میتینگ ها هم دیده بودیم، خیلی خوشحالم، یکی از قشنگی های این بیزنس واقعا برای من حداقل که تنها هستم اینجا این نتورکینگ، یک آدم دوستای خوبی که پیدا میکنه و همیشه هم عزیزانه، یعنی واقعا با دیدنشون هر بار کلی خوشحال میشی و انرژی میگیری، این یکی از قشنگترین پوینتاش برای من هستش واقعا. راست میگی آقا جون، کجا زندگی میکنی؟ من سوئد زندگی میکنم، من 13 سال اومدم سوئد، از تهران اومدم، الکترونیک خوندم اونجا، اینجا هاردویر یعنی هاردویر پروگرامینگ خوندم و امبدد سیستمز و در زمینه کوالیتی انجینیر کار میکنم و ترید توی شرکت بین المللی، ولی کن و یه پسر خیلی ناز 9 ساله دارم که خیلی خواسته و همیشه خوشحال و شاد و انرژی زندگی منه. سلام زنده باشه. و چرا این بیزنس رو شروع کردی آبا جون؟ والا من سالیان سال راستش حتی تو ایرانم که بودم همیشه یه فکری داشتم که غیر از اینکه آدم باید دنبال این بگرده که استخدام جایی بشه، چه کاری رو میتونیم خودمون بکنیم. حالا مثلا با اون فکر ایران یه ذره خب قدیم سخت‌تر بود، اون سالایی که مثلا ما ایران بودیم و حالا کوچیک‌تر بودیم و این حرفا، زیاد راهکارای اینجوری اینترنتی نبود که تو اینستاگرام بتونی یه شغلی رو دست و پا بکنی و مثلا کار خودتو داشته باشی. این همیشه یه جایی برای من بود و خب بعد اومدم سوئد و درس و زندگی و کار و بچه دار شدم و همه اینا یه کمی فاصله داد منو با این عملی کردن این مطلب، ولی با توجه به تورم و شرایط زندگی الان و بزرگترین دلیلم پسرم که میخوام واقعا یه زندگی آسونتر برای پسرم درست بکنم، پسر من استثنایی هستش با نیازهای خاص و به خاطر همین یک کمی زندگی رو باید متفاوت براش پیش برد و همین که بتونم اینو فراهم بکنم براش بزرگترین موتیویشن منه که وقت بذارم و در واقع یه کار دومی رو داشته باشم که بتونم به زندگی کمک بکنم، به شرایط پسرم و زندگی جفتمون.
و اینکه خب این کارم با یه کار استخدامی دوم امکان پذیر نیست، مگه چه هم وقت داریم؟ بهترین آپشن این کاریه که میتونی آنلاین انجام بدی، از هر وقت که زمان، از هر یعنی زمان مرده ای که در واقع پیدا میکنی. قبلا سکرول میکردیم و فقط ریلز های فان اینستاگرام رو نگاه میکردیم، حالا میتونیم در این حال کارمون رو پیش ببریم. و بزرگترین دلیل میتونم بگم همینه، درآمد دوم برای بهتر کردن زندگی. خیلی عالی، برای همه این باشه. آره خیلی چیز خوبی انتخاب کردی. یعنی این همون پلتفرمیه که میتونه به همه اون چیزایی که نیاز داری میدونی آدمو برسونه، به خاطر اینکه هیچ سختی نداره و پتانسیل بیزنس هایی که آنلاین هستن اصلا با چیزی که آفلاین میتونیم ما به دست بیاریم تو حتی بهترین کار، حتی به عنوان CEO یک کمپانی، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. چون ما با یه کلیک کردن به تمام دنیا دسترسی داریم. خب این خیلی فرق میکنه. برای من که مثلا ریل استیت ایجنت هستم، من خیلی بخوام هنر کنم، یه قسمت مثلا یه اریای شهر خودم رو بتونم خیلی خوب توش کار کنم، کاور بکنم و آدم ها بشناسم، حتی تو کل شهر خودم من نمیتونم. میدونی اصلا منطقی نیست من مثلا بخوبم مثلا 45 دقیقه برم اون برای اوپن هوم انجام بدم بیام این ور. میدونی یعنی محدودیت ها اینجوریه، ولی تو آنلاین اصلا محدودیتی نداره. مرسی که اینا رو گفتی. ملرین جون شما چرا؟ به ما یه ذره در مورد خودت بگو. سلام، سلام به همگی. من ملورینم. من وقتی که این کار شروع کردم یه دانشجو بودم، دانشجو PhD، و داشتم روی دارورسانی به سلولای مغزی کار میکردم. هنوزم البته هستم، آخراش دیگه دارم تزم رو مینویسم. و اینکه خب برای دانشجو معمولا کار پیدا کردن خیلی سخته. تا می نویسی تو رزومه که دانشجو هم کلا کانسیدرت نمی کنن بهت جاب بدن. و اینکه معمولا هم خب کارهای دانشجویی حالا هستش توی دانشگاه، مثلا درس بدیم و اینا موقته. و من دوست داشتم که خب درآمد خودم رو داشته باشم، مستقل باشم. درسته همسرم کار میکرد، درآمد داشت و اینا، ولی خب با توجه به همین اقتصاد دنیا که اینجور شده و اینا، زندگی گرونتر شده و خب هر کسی نیاز داره که درآمد بهتری داشته باشه، بالاتری داشته باشه. و به نظرم اومد که خب این بهترین آپشنه، چون که هم در کنار این که دارم تزم می نویسم PhD ما انجام میدم، نیازی نداره که از خونه یا دانشگاه که توش هستم جای دیگه ای برم و بخوام کار بکنم. و برای همین تصمیم گرفتم که این بیزنس رو شروع بکنم. و خب برای سرمایه اولیش هم از مامانم کمک گرفتم و خیلی به هم کمک شد و خیلی احساس میکنم که انتخاب درستی بود و خوب بود و خیلی خوشحالم که توی این مسیر قرار گرفتم. چقدر عالی. یعنی همه خانمایی که الان اینجا هستن، بک‌گراند تحصیلات بالا، همه اومدن از جاهای مختلف و توی این بیزنس موفق شدن تو زمان کوتاه. این خیلی مهمه. یعنی شما یه کاری شروع کنی که انقدر گایدنس باشه، یعنی انقدر پروون باشه اون پلتفرم و اون سیستم و بلوپرینت هایی که ما فالو میکنیم انقدر ساده و پروف شده باشه که هر کسی میاد توی این بیزنس بتونه از هر بک‌گراندی موفق بشه توی این بیزنس. خیلی عالیه. مرسی که شیر کردین خانم های زیبا. مرسی که شما حتما. تنها چیزی که من اینجا یه ذره حسودی میکنم به شما این که شما جمعتون خیلی جمع تر از سوئدی هاست. امیدوارم سوئد هم ما بتونیم یه جمع بزرگ درست کنیم. حتما، چرا که نه. من حتما. یا اینکه بیا اینجا. آره خیلی کسا توی این بیزنس تو سوئد هستن. حالا شهرهای مختلف بکنم. خالدم سوئده. یکی دیگه هم من افتخار، یعنی نمیدونستم
که کجا زندگی میکنن. چه خوب، خب پس میتونم نتورک اینجا رو هم قوی بکنیم ایشالله با امید خدا. دقیقاً، خیلی عالیه. خیلی هم عالی. فکر کنم خانم کوچولو میخواد یه اینپوتی داشته باشه. آره. داره میره میگه که ماما میخوام برم اونجا ننم یه گلی بکنم بیام، میخواد از ماشین بیام. آخه این فکر میکنم آخه چه تابستونی. آره ما الان تابستونی میموزم، خیلی هوا گرم، خیلی گرم بود. من هر وقت ویدیو من مثلا موبایلم میگه میشه میخواد بعد یه گلی مثلا یه کاری باید انجام بده، الان میگه ماما من یه گلی بکنم اونجا بیام. خیلی هم عالی. باشه خیلی هم عالی. اگر چیز دیگه ای نمیخوایم اد بکنیم میتونیم لایو اونو ببندیم. اگر سوالی مرسی بچه که... مرسی از شما. مرسی. اگر سوالی کسی داره در مورد این بیزنس با هر کدوم از ما میتونیم تماس بگیریم، ما میتونیم لایوهای بعدی هم بیایم و اون سوالای شما رو ادرس بکنیم. و اینکه اگر دوست دارین اطلاعات در مورد این بیزنس داشته باشین، تو صفحه هر کدوم ما میتونین برین، وبسایت هست، برین توی وبسایت اسم و ایمیلتون رو بزنین، اطلاعات رایگان دریافت میکنین، یه وبینار میتونین نگاه کنین، خیلی ریلکس ببینین که مناسب شما هم هست یا نه، و اگر مناسبتون بود وارد دوره آزمایشی بشین یا اینکه سوالاتون از ما بپرسین تا بریم مرحله بعدی. سانا جون میخواین در مورد چند تا خبر خوب بیزنسمون هم صحبت کنین؟ یکی شما